دوستان سلام عرض میکنم با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم تو این ویدیو پسوند مدن و مادان رو بهتون درس میدم امیدوارم که قلم و کاغذتون رو حاضر کرده باشید و بتونید مثال هایی که در این ویدیو زدم به خوبی یادداشت کنید و با تکرار اونها یاد بگیرید خب بریم سراغ درسمون یادتون نره لایک بکنید خیلی ممنون خب دوستان این پسفند به معنای بدون اینکه هستش و به فعل می چسبه اگر هجای آخر فعلمون حرف ای 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 و او رو داشته باشه پسوند مدن رو میگیره ای اولی ا دومی ا تلفظ میشه اگر هجای آخر فعلمون آ ا، او،, او و او رو داشته باشه پسوند مادان رو میگیره و میشه که اینطور میشه که میگیم بدون انجام دادن فعلی که بعضی جاها به معنای قبل از انجام دادن فعلی میشه اینجا مرتب مثال زدم از تو مثال ها میتونید بفهمید فرمولمون هم ریشه فعل به اضافه مدن یا مادان هستش که گفتم میشه بدون انجام دادن اون فعل در مثال ها بهتر متوجه میشید بریم سراغ مثال ها گل بنی آرا گل بنی آرا یعنی قبل از اینکه بیای به من زنگ بزن یعنی به من زنگ بزن بدون اینکه اومده با... بدون این که اومده باشی هنوز نیومده باشی میشه چی میشه قبل از اینکه بیای کاپوی چالمادان آچما کاپوی چالمادان آچما میشه بدون اینکه در بزنی در را باز نکن چالمک در اینجا به معنای در زدن، زنگ زدن، زنگ در رو زدن میشه. چال چند تا معنی داره وقتی با کاپو میاد معنای در زدن میده. خب بریم سراغ بعدی یه مک یه مدن گیتمه یه مک مدن گیتمه یعنی بدون اینکه غذا بخوری نرو یعنی حتما غذا بخور بعد برو نخورده نرو منظورش اینه خب همونطور که میبینید زیر هجای مربوطه زیر حرف صدا دارش خط کشیدم بنابر این صدایی که اینجا هست ما پسوندمون رو انتخاب کردیم اینجا ای داشتیم مدن آوردیم اینجا آ داشتیم مادان آوردیم اینجا ای داشتیم بازم مدن آوردیم و الاخر دقت بکنید که چطور شکل گرفتن بیل مدن کنوش ما بیل مدن کنوش ما. یعنی بدون اینکه که بدونی حرف نزن سلام ورمدن باشلاما سلام ورمدن باشلاما یعنی بدون اینکه سلام بدی شروع نکن مثلا یه سخنرانی یه برنامه یه چیزی میگه سلام ورمدن باشلاما بونو سویلمدن ادمدم بونو مدن ادمدم میگه نتونستم بدون اینکه این رو بگم از موضوع بگذرم نتونستم که بقیه کارم رو انجام بدم این جمله رو زیاد میشنوید وقتی که دارید به نصیحت یه نفر گوش میکنید وقتی یه نفر داره به شما یک مشورتی میده میگه که باید اینجا رام بگم که دقت بکنی واسه اینکه دقت شما رو جلب بکنه میگه نمیتونم بدون گفتن این موضوع به بحثم ادامه بدم و این جمله رو استفاده میکنن مثال بعدی دور مادان اونو آرادم دور مادان اونو آرادم بدون توقف به او زنگ زدم بدون اینکه استوب کنم مرتبا بهش زنگ زدم anlamadan konuştu. Anlamadan konuştu. بدون اینکه بفهمه حرف زد. خب دوستان ببینید شناسه فعلمون اینجا به فعل اصلیمون برمیگرده. خود این قضیه که داریم روش کار میکنیم صرف فعل نداره. ولی خب توی فارسی شاید رفت داشته باشه ولی اینجا بدون انجام دادن این فعل حالتی هستش که صرف نمیشه احتیاجی به صرف شدن نداره مثال بعدی باک مادان سچتم باک مادان سچتم بدون اینکه نگاه کنم انتخاب کردم دوستان دقت بکنید حرف که در زبان ترکی مثل که فارسی نیستش اینو قبلا توی یکی از ویدیو هم هم گفته بودم مثل که فارسی نیست مثلا شما یه جورایی یه خورده به تو بعضی لحجه ها به عنوان به عنوان که نه مثل حرف خ تلفظ میشه مثلا میگن باخمادان تو آذری خودمون هم اینجوری هستش باخمادان این کی که بعضی جاها مثل خ تلفظ میشه تقریبا از همون جا هم تلفظ میشه یعنی از همون جایی که خ تلفظ میشه این که تلفظ میشه یعنی شما نمیگید باکمادان باکمادان خیلی لحجه فارسی قلیز و خندهداری میشه باید بگید باکمادان که میره یه مقدار از قسمت عقب سقف دهان تلفظ میشه باکمادان غلطه اون که فارسی هستش باکمادان دقت بکنید که تلفظاتون قشنگ بشه که زیبا صحبت بکنید اوکومادان ببینید اینم توی این که هم در که ترکی بعضی لحجه ها اخوماک میگن مثلا اخوماخ میگن همون مک و ماک هم میخ و ماخ میگیم ما تو آذریمون تو خیلی از جاهای ترکیه هم که لحجه استانبول روشون تاثیر نذاشته خیلی از که ها رو خ تلفظ میکنن این هم یکی از اوناست این هم یکی از اوناست اینجا هم نمیگیم اوکیومادان مثل فارسی تلفظ نمیکنیم بگیم اوکیومادان نه اوکومادان که به که انگلیسی میتونم بگم شباحت داره. خب بگذاریم. اکومدن انلایم یعنی بدون این که بخونی نمیتونی به فهمی. بو اولمدن اولماز. بو اولمدن اگر این نباشه. بدون این که این باشه. او اولماز. اون یکی نمیشه. یعنی بدون اینکه این انجام شود آن انجام نخواهد شد این میتونه هر چیزی باشه این جای این دوتا زمیر میتونید اسم بذارید مثلا دوتا وسیله باشه که اگر یکی نباشه از دیگری هم نمیشه استفاده کرد و یا دوتا آدم باشن که اگر یکی نباشه اون یکی هم نمیشه که نباشه اون وقت میگید چی؟ میگید مثلا احمد اولمادان علی اولماس یه همچین چیزی مثال بعدی ازین آلمادان ادایا گیرمه. ازین آلمادان ادایا گیرمه. بدون اینکه اجازه بگیری وارد اتاق نشو. لایک کردین؟ یه لایک بکنید. من لازم دارم این لایک کاره. شما این درس رو لازم دارید. من لایک لازم دارم. خب گرمدن بیشه دیمم. görmeden bir şey میشه بدون اینکه ببینم نمیتونم چیزی بگم اینو زیاد میشنوید وقتی فرزن یک عکسی رو ندیدید و ازتون نظر میخوان باید بگید که مثلا بدون اینکه ببینم نمیتونم چیزی بگم و یا مثلا جایی رو ازتون میپرسن یا میگین چی قبل اینکه ببینم نمیتونم نظر بدم utanmadan هالا konuşuyor. این جمله رو هم زیاد میشنوید. utanmadan hala konuşuyor. بدون اینکه خجالت بکشه هنوز حرف میزنه. istemeden oldu. istemeden oldu. این هم ممکنه هم خودتون زیاد استفاده کنید هم اطرافیانتون. بدون اینکه بخوام اتفاق افتاد یعنی عمدی نبود قصدن نبود. استمدن oldu. اشیمی بیترمدن گلمم. اشیمی بیترمدن گلمم. بدون اینکه کارم رو تموم کنم نمیتونم بیام و یا قبل از اینکه کارم رو تموم کنم نمیتونم بیام. ازلمدن بیشه دیمم. ازلمدن بیشه دیمم. بدون اینکه نگاه کنم در واقع تماشا کردن هستش ایزلمک بدون اینکه تماشا کنم نمیتونم چیزی بگم این هم زمانیه که فرزن یه فیلمی ویدیویی چیزی هستش و قراره که نظرتون رو بدید میگید چی ایزلمدن میشه دیمم دنمدن بیلم هستن دنمدن بیلم هستن بدون امتحان کردن نمیتونی بدونی که قضیه چی به چیه مثلا یه لباسی میخواید بخرید نمیدونید بهتون میاد یا نه طرف میگه چی؟ میگه دنمدن بیلم هستن اگه بدون اینکه امتحان کنی نمیتونی ببینی که بهت میاد یا نه یه همچین سناریوی خب فکر کنم همینقدر براتون کافی باشه همونطور که میبینید صداهای نازک او، ا, ا، ای، اینجا داریم پسوند مدن رو انتخاب کردیم و هر جا که صدای کلوف داشتیم مادان رو انتخاب کردیم. زیاد میشنوید این پسوند رو خیلی کاربرد داره خوب یاد بگیرید. خب دوستان هر سوالی داشتید میتونید بپرسید. لطفا اگر مثالی به ذهنتون میرسه میتونید تو کامنت ها بنویسید ببینیم که جملتون درست هستش یا نه من دیر یا زود بهتون جواب میدم به هر حال بعد دیگه هر سوالی هم که راجب به زندگی در ترکیه و خرید خونه و یادگیری زبان ترکی داشتید میتونید از من بپرسید حتی میتونید راجع به فرهنگشون رو شهرهای مختلف و آب و هوای مختلف اینجا هم از من سوال بکنید خب من تجربهم اینجا زیاده میتونم کمکتون بکنم خب حرف دیگه ای ندارم موفق باشید